عزیزان بیننده سلام و احترامات خدمت هر یکتان. به برنامه سرنوشت خوش آمدید. با امید کامگاری شما جوانان کشور برنامه خود را آغاز نمودیم. امید که تا اخیر برنامه با ما باشید. طبق معمول ما در هر برنامه یک جوان را با موفقیت‌هایش به معرفی می‌گیریم و از راز و هنرش در برابر مسلک و فعالیتی که دارد آگاه می‌شویم. در این برنامه هم ما یک جوان موفق را به معرفی می‌گیریم و از رمز و راز موفقیتش با خبر می‌شویم. حالا شما خوبان دعوت می‌کنم که ابتدا زندگی نامه این جوان را ببینید و بعد هم می‌رویم سر کار و فعالیتش. علیرضا کوزاد در سال 1373 در اصفهان اول بیسود ولایت میدان وردک به دنیا آمده است. کوزاد صنف اول الی صنف هشتم را در مکتب متوسطه شهر نیروی اصفهان اول بیسود فرا گرفته. او دوره لیسه را در مکتب شبانه عبدالرحیم شهید در کابل به اتمام رسانده است. وی به نسبت علاقه‌ای که بر رسانه دارد، رشته ژورنالیسم را در یکی از دانشگاه‌های خصوصی آغاز نمود و اکنون سال سوم دانشگاهش است. وی در جریانی که در کابل آمده، ابتدا به کارهای شاقه پرداخته و بعد از مدتی فعالیت‌های رسانه‌ای را شروع نموده و اکنون هم در کنار درس‌های دانشگاه مصروف فعالیت‌های اجتماعی برای جوانان است و در ضمن هم مشغول کارهای رسانه‌ای می‌باشد. علیرضا تمایل زیادی به مطالعه دارد و کتاب‌های اسلامی را مطالعه می‌نماید. وی فی‌الحال دور از فامیل در شهر کابل مصروف درس دانشگاه و کارهای رسانه‌ای و فعالیت‌های مدنی است. دوستان بیننده حال می‌رویم طرف خانه علیرضا کوزاد و امرایش بیشتر آشنا می‌شویم. امید که تا اخیر برنامه را دنبال نمایید. قبل از همه صحبت ها خواستم یک بار دیگر علیرضا کوزاد به زبان خودش از معرفی خود شروع کند. نام علیرضا تخلص من از کوزاد، از ولایت میدان وردک، ولسوالی اصفهان اول بیسود، در پنجم اسد سال 1397 خورشیدی به دنیا آمدیم. قریه ما بسیار قریه کوچک است، یک فامیل با نفوذ تقریبا، به خاطر اینکه با پدر مادرم 11 نفر میشه که 4 تا برادر دارم، دویش از من کلان است و 4 تا خواهر. پدرم مصروف کاروبار کشاورزی دهقانی است و در پایه ازو چون تحصیل اصلیشان در رشته تی بوده در منطقه اونجا، خودشان دارو فروشی دارد، دواخانه دارن، معاینه میکنن مردم، تیب خوانده. مادرم تا سن 3 مکتب درس خوانده، نسبت به مشکلاتی که بوده به هر حال در وضعیت در کابل نتونسته که مکتب بره و ادامش برادرم از خودم کلانتر است، اونا تا سن 8 مکتب خوانده و ادامه به خاطر از فقر روزگار یا نبود شرایط مناسب اونا نتونسته مکتب خود ادامه بیدن. برادر که از مکت کلانترش و دومی کس از حقوق پاره شده فعلا کار میکنن، سومی در رشته ویتنری دانشگاه بامیان میخوانن و چهارمی سن 11 مکتب است. از خواهرایم برخلاف در جامعه سنتی ما خواهرایم بسیار در یک شرایط خوب کلان شده و فعلا درس میخوانن، کلان سن 11 مکتب است. کلانترش از مکتب پاره شده فعلا ازدواج کرده و دومیش سن 11 مکتب است، سومی سن 7 مکتب و چهارمی سن 5 مکتب. در کل خانواده روشن فکر هستند، علم دوست هستیم، به هر حال در هر شرایطی قرار داشتیم بر ما کمک کرده که ما از کاروان علم و دانش عقب نمانیم. با اون همه شرایطی که بعدی که داشتیم، مثلا از روزگارهایی که قبلا که ما نبودیم، به دنیا نبودیم، مثلا پدر مادر من قسمی که روزگار بسیار بد داشتن، به هر حال روز به روز این روزگار به وفق مراد ما شد. خانواده ما همون طور قبلا عرض کردم، خانواده
سنتی و با ترکیبی از دنیای جدیدی که پسان بعد از فروپاشی طالبان فروپاشی حکومت طالبان به وجود آمد، یک خانواده تقریبا تازه وارد صحنه شد به خاطر اینکه کودکایش مکتب بره تشویق میکرد، کودکای کسای دیگر را در دوره برخورد با خاطر ما رو بسیار تشویق میکرد که ما درس بخونیم. کوزاد از دوران تشنج و بورانبار زندگی خود میگوید زمانی که مکتب میخواند عنوان درس مضمون دری که تیر تفنگ بود انوز به یاد دارد که چقدر در آن زمان مسائل جنگ و خشونت تبارز داده میشد. او هم از طریق مضامین مکتب بیشتر شرح این دوره را از خودش میشنویم. در قسمت مکتب فکر کنم سال 1382 بود که من وارد مکتب شدم. در دوران که من وارد مکتب شدم نظام مجاهدی به فکر کنم وزارت معارف زمان مواد درسی که داشتن اونا در اختیار داشتن به خاطر از اون مواد استفاده میکردن، مثلا میم مجاهد بود، تی توفنگ بود. به هر حال با اون شرایط درس خواندیم، این شرایط بسیار سخت بود برای من. اون زمان من نفهمیدم فعلا که مثلا کلان شدیم رفتیم دانشگاه متانوس تی توفنگ فراموش نکردیم، میم مجاهد فراموش نکردیم، ژاله های مرمی های مجاهدین مثل ژاله بالای روس ها میبارید این رو تانوز فراموش نکردیم. با اون همک مثلا در شهر کلان شدیم از تفنگ اینا تا حدی نفرت پیدا کردیم. به هر حال در موارد شده که تفنگ را دوست داریم، به هر حال اصلی کلانشکو فنوز سینفوال بیادیم هست. آقای کوزاد بیشتر علاقه به گویندگی خبر و اطلاعات داشته، در امان زمان بیشتر خبرها را از طریق رادیوهای مختلف میشنیده و به سم سایر دوستانش میرسانده. او خاطره های بیاد ماندنی از آن زمان دارد که به ما میگوید بیشتر من علاقه من بودم که اخبار میخوندم، بچه ها رو جمع میکرد، اخبار گوش میدادم، رادیو ببخشید. باز بچه های دیگه هم دعوت میکنم که مثلا جریانات که من خبرش نیم از این شما هم بشنوید. بخاطر از اینکه پدرم خیلی رادیو میشنوید، مثلا شب تا یک بجه شب خبر میشنوید، صبح که بسیار وقت من هنوز بیاد دارم صدای آمریکا رو که میشنویدیم، بی بی سی، مثلا رادیو افغانستان. ما تا هنوز لحظه از اون اتاق بیاد دارم که با صدای بسیار غرام میگفت که دار رادیو افغانستان که پونه خلاصه شبیه همین قسم بود. صدای عاشق الله یعقوب هنوز به گوش ماست که میخوام بخیر افغانستان، صبح بخیر افغانستان را برنامه تقدیم میکرد، هنوز بیاد دارم. از بچه ها در بین راه مکتب کرد از اونا کوشش میکردم، اینا را خبر که میشنم با اینا شریک میکردم. باز اینا در بین مرا بسیار آزار میدادن، مثلا میگفتن تو چی به خبر نمیفهم، ما نیاز نداریم از قبل گپا. به هر حال در این حالی که اینا گوش نمیدادن، چند نفری بود که به خبرای ما گوش میدادن و در مورد رادیو میگفتم و خبر اتفاقات تمام مورد. کوزاد در زمان مکتب میخوند با کارهای مواشی از قبیل چراندن گاو و گوسفند در صحراها مشغول میشده و آن یک تفریح بوده برایش که بیشتر از خودش میشنویم. ما در پلوی از یک مکتب میرفتیم کارگر بودیم. مثلا ما از 12:30 بجه که در خانه میرسیدم ادامه کارهای خود مثلا با چراندن گوسفندان و کو تا 5 یا 6 شام عصر اینا باز دوباره به خانه برمیگردم. به خانم باز وظیفه خانگی داشتم مثل آب آوردن، از چاپ، از کارهای دیگه علاف دادن به گاو مال از قبل. یعنی وضعیت را مناسب نبود بخاطر از ما یک وقت مخصوص برای درس خواندن و وظیفه کارخانگی نداشتیم. آنچنانی که مکتب مزرک و وظیفه کارخانگی ما بسیار تاکید داشتن نداشتن، هر کسی که خودشون مثلا میخواست میتونست یک کار انجام بده. او بعد از اینکه به کابل آمد خواست مکتب خود را به شبانه تغییر بدهد و در طول روز بتواند کار کند تا اینکه به هدفی که دارد زودتر به آن برسد و مصارف خود را پیدا نماید. او ابتدا کارهای شاقه را انجام داده و بعد تلاش نموده تا به کارهای رسمی مانند رسانه دسترسی پیدا کند، چون از آوان طفلیت تمایل به کار و فعالیت‌های رسانه‌ای داشته. و زمانی که در کابل آمدم خانواده آنچنان رضایت نداشت. پس در کابل آمدم دو اتاقای بچه ها کلیزونا گرد شدیم. باز کم کم راه افتادیم می که کار بود، جستجوی کار بر خود باشم، کار بر خود پیدا کنم. علاقه مندیم خیلی زیاد بود که من در رسانه وارد شم، رادیو باشم، مثلا خبر بخونم، برنامه اجرا کنم، تلویزیون بیشتر ببینم. کوشش کردم تا یه حد هر کاری که میکردم، ولی هدف اصلی خود که وارد شدن به رادیو بود فراموش نمیکنم در هر شرایطی.
لیسه عبدالرحیم شهید شنیدم که بخش شبانه داره. از روزانهش که صنف نور خواندم در صنف ده مکتب تبدیل کردم به شبانه. لیسه شبانه را وقت پیدا کردم، درس شروع کردم. درسش بسیار خوب بود، وقت کم داشت، فرصت برزی پیدا کردم که کار کنم. بسیار خوشایند بود برای من، یعنی جز ارزوهای ابتدایی که بر خود داشتم تحقق پیدا کرد و خوشحال شدم به اینکه میتونم درس ادامه بدم در پالویزی کارم. علیرضا از خاطرات عجیب خود زمانی که در کابل مکتب میرفته به ما میگوید: لیسه عبدالرحیم شهید، لیسه شبانش، بسیار خاطرات خوب داریم از صدا. تمام موارد اینا بسیار صدای خوب بودن، تشویق میکردن، درس میدادن. یک مورد بود، بحث فرهنگ بود. معلم فرهنگ ما وقت وارد سیستم شد، در بحث فرهنگی صحبت میکرد. من بسیار کنجکاو بودم، استاد بسیار گیر میدادم، سوال میکردم از این طرف طرف چی هست چی نیست. بزرگ فشار کرد که اصول رقم از 420 تلویزیون ها رو سوال میکنه. منظورش نتاقا بود. او زمان من در تلویزیون بودم، رادیو کار میکردم. بازی بچه ها گفت که یک از 420 همی خودش است. باز استاد زود معذرت خواست، گفت منظورم 420 این آدم رند جرار است که سال پیش میکنه آدم ها. باز ما گفتم فرق نمیکنه. بسیار خوشحال شد، تشویق کرد مرا. کوزاد از نصیحت پدرش یاد میکند که پدرم همیش میگفت وقتی که میخوای یک جوان توانا شوی و در مقابل مشکلات سرخم نکنی، دو چیز شما را به پختگی میرساند: یکی عسکری کردن و دوم در اتاق مجردی زندگی نمودن. ما زمانی که از منطقه برآمدم، پدرم بسیار دو حرف محکم برام زد. یکی بود، گفت که دو چیز ریز بس فراموش نکن، کار اگه میتونی دو کار انجام میدی. یکی زمانی که جوان شدی، مثلا سینی ازیر پیدا کردی که وارد سربازی شوی، حتما دوره عسکری رو بگذران، باید عسکر شی. یکی دوره رو بگذران، یک دو اتاق مجرتی زندگی کن. این دو چیز شما رو پخته میکنه و با شما رو با نوع نگاهتان رو به زندگی تغییر میده. جوانان ارجمند بدون شک بعد از هر تلاش و پشتکار موفقیت و دستاورد است که انسان میتواند به دست بیاورد. علیرضا به نسبت علاقه زیادی که در فعالیت‌های رسانه‌ای داشته و دارد، از همان جریان مکتب کار در رسانه را آغاز نموده و در بخش‌های مختلف رسانه دسترسی دارد و تجارب موثری را در عرصه رسانه کسب کرده است که شرح بیشتر آن را با هم می‌بینیم. دوره مکتب در سال 93 ختم کردم، ادامهش یک سال نتونستم وارد دانشگاه شم. این کار میکردم. زمانی کار میکردم، من در رادیو برنامه اجرا میکردم، بخش فنی، بخش تکنیکی رادیو بودم. مثلا تهیه کنندگی برنامه رو به عهده داشتم، به خاطر فرصت برزی نداشتم که زیادتر درس بخونم. درس به محد میخواندم که مثلا از امتحان ها خوبتر رد شوم و بعض مضامین مثلا ریاضی رو دوسیم وارد کورس گرفتم، نتونستم به کورس رسیدگی کنم. در تلویزیون کار میکردم، با شرایط زیاد مهیا نبود که من کنکور رو شرکت کنم. باز ادامهش در سال 95 در پانتون ثبت نام کردم. در پانتون رشته مورد علاقه من ژورنالیسم بود، در رشته کامیاب شدم و فعلا سمستر ششم هستم. بسیار رشته احساس راحتی میکنم و زمان که فارغشم به این باور هستم که میتونم از طریق خدمت کنم برای افغانستان، برای مردم افغانستان، برای جوانان افغانستان. علیرضا در کنار مصروفیت رسانه فعالیت‌های دیگری هم دارد. او در انجمن‌های جوانان فعالیت‌های مدنی را هم انجام می‌دهد و رابطه‌های اجتماعی زیادی با سایر جوانان دارد. در پالویزی که درس‌های دانشگاه فعلا می‌خوانم و زمانی که مکتب می‌خواندم، فعالیت‌های دیگه هم داشتم. مثلا با جوانان زیادتر ارتباط برقرار می‌کردم، کوشش می‌کردم که ارتباطم زیادتر فراخوانی باشه. یعنی قوم تناس خود مسما که از اونها هستم، برده میتونم زودتر ارتباط برقرار کنم، با فرهنگ از اونها آشنا شدم. باز یک جمع قرار گرفتیم که اینا که انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان بود، در اونجا رفتم که از اونها صحبت کردیم، چند مورد در جلسات شرکت کردیم در مورد وضعیت. من بیشتر نمی بود که با آدم ها آشنا شوم، چون در طول هفته مصروف کار بودیم. روزهای جمعه جلسه داشتیم، روزهای انجمن داشتیم به نام انجمن وحدت که در اونجا جمع میشدیم. بچه ها در مورد کاربار خود صحبت میکرد، در مورد از اینکه چگونه ارتقای ظرفیت کنن خودشان، به فردیت خود، شخصیت بسازن برای خود. باز جلسه های فن بیان برگزار میکردن، اینا در اون شرکت میکردیم. ادامهش کارهای رضاکارانه کوش میکردیم شرکت کنیم.
کوزاد در اوقات فراغت بیشتر مطالعه می کند و هم ورزش همچنان مطابق تقسیم اوقات در یک ماه دید و بازدید با جوانان نخبه دارد. جوانانی که فعالیت های رسانه‌ای دارند بیشتر علاقه‌مندش هست که ملاقاتشان نماید. در پالیزی که فعالیت های مثلا حاشیه‌ای از دانشگاه دارم، مثلا عضویت در انجمن، نشست ها به جوانان، بیشتر کوشش میکنم با جوانا باشم، چون میتونم هم الگو پذیر باشم از دیگر و هم میتونم دیگر را درک کنم. باز اوقات فراغت خود را ورزش علاقه‌مند هستم، به ورزش های رزمی از فوتبال زیاد علاقه‌مند هستم، فوتبال میبینم ولی علاقه‌مند فوتبال نیستم خودم بازی کنم. متا یک زمان تمرین کردیم. اوقات فراغت را با دیدار از خانواده، خویشاوند، دوستا و وقت میگذارم. مثلا از این مادر ما مثلا بر خود وقت میگذارم که در ماهی پیش رو داریم با کی باید دیدار کنیم. باز اوقات فراغت خود تنظیم میکنیم، مثلا با یک سینماگر میخوایم آشنا شوم، با یک هنرمند آشنا شوم، با نویسنده ادبی، با یک خبرنگار هر ما کوشش میکنم که آشنا شوم. با چهار نفری تقسیم اوقات محاکم است که ما کدی زون آشنا میشم، در مورد سوال میکنم، کار بار به خاطر اطلاعات عمومی بالاتر بر نظر بخش باز اون آشنا میشم. علیرضا بیشتر وقت از طرف شب مطالعه میکند و به مطالعه کتابهای موضوعی میپردازد و سایر جوانان را هم تشویق به مطالعه کتابهای اسلامی میکند تا از تاریخ اسلام بدانند و همچنان کتابهای شیر را مطالعه میکند و به همین ترتیب کتابهای دیگری از نویسندگان را میخواند که خودش بیشتر توضیح میدهد. نمیگم زیاد انسان پرمطلع هستم، ولی بخاطر از اینکه دانشجو هستم در پالوش دارم رشته خبرنگاری را میخوانم، قرار است وارد رسانه‌های افغانستان شویم، به شدت علاقمند مطالعه هستم. مطالعه من بیشتر از طرف شب است، از طرف شب مطالعه میکنم، روزانه چون فرصت نیست. باز اوقات فراغت را بسیار با مطالعه سپری میکنم. کتابی که زیادتر ما مطالعه کردیم در مورد تاریخ اسلام است، تاریخ اسلام شریعتی است. ما بیشتر از دو مورد یا سه مورد شده فکر کنم خواندیم، بخاطر اینکه بسیار سرنخ‌های خوب داره. زندگی پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم است، در ادامهش تاریخ گذشته دور اسلام است که بر ما داده، بسیار با فضاسازی کرده، با مثلا متنی که نوشته کرده شریعتی، دوستو شریعتی، بر جوانای مثل ما اول که الزامی است که داخل ما مسلمان هستیم و اعتقاد داریم به دین اسلام، باید از اسلام بفهمیم. ای واداشت ما کتاب برای دوستو دیگه خون توصیه کردم که اسلام دوستو شریعتی رو شما بخونین. کتاب به شدت تاثیرگذار است برای آدم. و زمانی که شما میخواین از تاریخ اسلام خبر شین، بعد از اینکه شما تاریخ ابن خلدون میخوانین، ابن هشام میخوانین و تاریخ شریعتی را بخوانید که این تاریخ در مورد اسلام نوشته شده، بسیار خوب است. کتابی بسیار خوب بود، من چند سه مورد رو مطالعه کردم. علیرضا میگوید من سرنوشت خود را به دست خودم رقم زدم، یعنی اول تصمیم خودش و دوم کمک و راهنمایی خانواده‌اش نقش اساسی در تعیین شرایط آینده‌اش داشته است. سرنوشت انسان بیرون از سه حالت نیست، یک فردی است، یک خانوادگی و انسانایی که در دور بر هستند، و سومین حالت محیط است. به هر حال ما سرنوشت را به گونه به دست خود رقم زدم که بتونم این در اختیار خود می باشه. مثلا ما به تنهایی با تمام مشکلات دست پنجه کردم و در مرحله دوم که دوری کردم بعضی از مشکلات مثلا که زیادتر بود اونا برنگشت با فامیل، اونا تشویق میکردن و محیطی که خود مساختم، با بچه ها کاشنا شدم، با اتاق، با محیط کار، اینا سرنوشت مرا تغییر داد. مثلا مرا به هدف ما بسیار نزدیکتر کرد، مثلا نزدیک ما رویا داشته باشم برای زنده ماندن در افغانستان، زندگی در افغانستان، تمام مورد اینا خانواده بسیار نقش عمده‌ای بر ما داشت، دوستان من. یک مورد بسیار کوتاه اشاره میکنم بخاطر از اینکه جالب است. مثلا خیلی خانواده مشوق است که جوانانشان، فرزندانشان از افغانستان برن خارج از کشور. نمیفهم سال 2000 چند بود که جوانان بسیار زیاد از افغانستان رفتن، 2014 بود، بین 13 و 15 تا 16. اون زمان من تصمیم گرفتم اولین کسی مانش پدرم شد. و شما از 18 سال 19 سال آدم شدین، از آب خاک این سرزمین استفاده کردین، چطور و افغانستان در این وضعیت تنها میگذارن؟ اما باعث شد که من مثلا شرایط خیلی مساعد بود، یعنی کسایی که شرایط مرا داشتن اونا در زودترین فرصت رفتن در کشورهای اروپایی یا کشورهای دیگه قبول شدن، ولی من مانع شد. پدرم گفت باشین در افغانستان، اینجا به شما نیاز است، به شما کشور را نباید این وضعیت رها بود. بعضی موارد خانواده بسیار کمک کرده، خصوصا پدر، مثلا مادر، اینا بسیار مشفق بود از زمان کودکی تا حال.
دیدگاه کوزات در مورد جوانان این است که جوانان نیروی برازنده و سازنده افغانستان هستند و باید جوانان ظرفیت تحمل مشکلات را در خود داشته باشند. جوانا وضعیت ما را میفهم، یا جماعت ما کارگر هستیم، یا مثلا از خانواده ثروتمند خوب برخوردار هستیم، یا در هر وضعیت شرایطی که هستیم. به هر حال افغانستان در شرایطی هست که به شدت به ما نیاز داره. ما باید باور داشته باشیم به آینده. این جایی که هستیم، جایی نیمفهم نفرید شده میگین یا هر چیز دیگه که میگین، به هر حال ما ساکنان این سرزمین هستیم و باورمند هستیم که یک روزگار خوبی در انتظار ماست. به او خاطر باید ما باید ظرفیت داشته باشیم که وضعیت فعلی را تحمل کنیم. ما در حالت گذار هستیم، از این وضعیت میگذریم. به هر حال ما باید توانمند بسازیم خود را، در شرایط دیگه ببینیم آینده ای که در انتظار ماست. باید جوانا در او وضعیت خود را آماده بکنن. آینده از آن ماست، ما میتونیم سرنوشت افغانستان را رقم بزنیم. علیرضا 8 سال می شود که دور از فامیل است و در اتاق مسافری زندگی می کند و این مسافری او را به پختگی های زندگی رسانده است. بیشتر حکایات تنهاییش را از خودش می شنوید. 8 سال از خانواده دور استم. 2 سال اول رفتن نتونستم نسبت کار که داشتم. دیگه سال سوم اینا رفتم، مثلا دید سید فیتر میشه، عید اصحا میشه، دیگه رفتم. در نوروز، یعنی تقریبا 8 ساله که ما روز نوروز یا شب نوروز در خانواده در خانه نبودیم. دمی ایدا غیر که میرم دیگه وقت رفتن نمیتونم. دیگه هستم تحمل وضعیت دوری از خانواده خیلی سخت است، خصوصا مثلا آدمی که از 8 سال از خانواده دور باشه، دیق میشه تا پشت جنگ و دعوای خانواده و هر فسخنی که پدر مادر داره برای آدم. هر مرحله زندگی اینا باید همراه آدم باشه، ولی به هر حال ما از این جهت دور بودیم. بعضی موارد شدیداً آزار دهنده است برای من که از خانواده خود دور هستیم، مثلا غذاهایی که ما آماده میکنیم یا اونا آماده میکنن باید ما اسم باید از اونا هستم. یکان دفعه در بازار میرم، وقتی از طرف خانه میایم، هر کس مثلا یک سودای خریده میه به طرف خانه خود. او زمان نمیدانم به طرف خانه میایم، چون خانه در کس نیست وجود خودم، اون لازمه ضرورت کلا در خانه اینجا موجود است. علیرضا از سوی رسانه و نهادهای زیادی مورد تقدیر و تحسین قرار گرفته است و این خود دستاورد و نتیجه زحماتی است که علیرضا در طول فعالیت هایش کشیده و آن را به دست آورده است. تقدیر نامه زیاد دارم، لوی تقدیر دارم، مثلا سرتیفیکت هایی که برام داده نه حمایت کننده رسانه های آزاد در افغانستان، اینا هستن که برام یک سرتیفیکت داده بود از جریان آموزش که من رادیو ژورنالیسم اینجا خوانده بودم. دیگه یک بخش از سرندایان افغانستان که در فارسی پیشاهنگان میشن، اونا مرا تقدیر کردن، از یک جریان کار با اونا داشتم، اونا تقدیر کردن که اونا فعلا موجود است. در نهاد کار کردیم با تعهد و صداقت که داشتیم، اونا بر فعلی که از رفتیم اونا مرا تقدیر کردن و از کار کردیم ما رضایت داشتیم. علیرضا کتاب های مختلف را مطالعه می کند و دوستی جای را به خاطر مطالعه تنظیم نموده که بیشتر توضیحات را عملا می بینیم و می شنویم. اینجا جایی است که من مثلا در اوقات فراغت اگر بسیار سرصدا باشه اینجا می مطالعه می کنم و در پالی از که شما می بینیم وضعیت کتابخانه موقت از جزوه درسی دانشگاه است، خانه، وسایل خانه، لباس ها تمام اینجا است. ولی جایی که بیشتر جای امن است اینجا میشنم، خصوصا از سر بهار جایی سردتر هم است، میتونم اینجا راحت تر مطالعه کنم، کتاب ها رو بسیار رو بخونم، بخاطر از اینکه هیچ کسی احساس نمی کنه. و زمان که پرده کشته باشه مزاحمت کس نمی کنه، مثلا سرصدا نمی کنه، به این گمان است که کس در خانه نیست. من اینجا میتونم راحت تر درس های خود رو بخونم، کتاب مطالعه کنم اینجا. چون فصل زمستان است و هوا هم سرد، علیرضا به خاطر گرم نبودن اتاقش از مواد سوختی سنتی استفاده می کند که به نام چلمه یاد می شود و از پاروی مواشی ساخته می شود. زمستان بخاطر که اتاق سرد می شود، ما هم نفوس کمتر هستیم، زغال سنگ استفاده نمی کنیم، بلکه مثلا عامیانه تر بگویم بررندر زغال سنگ که چلمه باشه. شما فکر کنید تپک میگین یا تپک میگین، عامیانه تر میاریم. در این موقع نظر جوانی را در مورد کوزات میشنویم که او جوان پسر کاکایش است. من کوزات از دعیام طفلی که یک جای بودیم در یک خانه یا مثلا امو زمین آبادی اولی که بود در دنیا آمدیم، از امو ابتدا با هم بزرگ شدیم تا اینکه مثلا آمدیم کابل و مثلا در دشت شروع کردیم. کوزات یک سال از ما بزرگتره، بچه کاکای ما هست.
یه بچه بسیار خوبی، مثلا بچه طب خوشی با استعدادی است. دیگه از دوران مکتب با هم زمان دکتر شروع کردیم، حالا یک سال از مکتب جلوتر بود ولی تمام کرد. دیگه الگوی خوبی بود برای مثلا زندگی، حالا از طریق فضای اجتماعی جایگاهی که در اجتماع داشت برای من که مثلا خورتر از جیب بودم الگوی خوبی بود. بچه نسبت اجتماعی پرتلاش و با اخلاق نیکوی است. علیرضا در اوقات فراغت در کنار مطالعه و ورزش سرگرمی یا گیم را هم بازی می کند که به نام شیرباز است و این یک سرگرمی سنتی در دهات است که مردم بازی می کنند. پیندنده چی نمیشه؟ پیندنده این قسمت گلخن میگه. خب وسط هر کی میاد در ساحه یک دیگه میره. آره، یعنی این عامیانه ما به نام چارسنبگ یادآوری میکنه که نقطه بسیار استراتژیک و کلیدی است. یگانه هدف علیرضا در زندگی این است که رشته ژورنالیسم را در سطح دکترا تمام کند و بنیانگذار ژورنالیسم نوین در افغانستان باشد و در کنار آن فعالیت های رسانه ای در رسانه داشته باشد تا از این طریق مصدر خدمت به افغانستان و مردم افغانستان باشد. هدفم در زندگی بسیار مشخص است. مثلا من میخوام رئیس جمهور شم، وزیر شم، دیگه شم. میخوام یک بنیانگذار یک ژورنالیسم نوین در افغانستان باشم. درس خود بخونم، دوره لیسانس، ماستری، تا حتی تا دکترا را اگر بتانم وضعیتی که دارم بر خود مهیا بسازم تا دوره ماستری را نا دکترا را بخونم، درس خود در رشته ژورنالیسم یا در تلویزیون ها یا روزنامه افغانستان مصروف کار شوم، در پلوش رشته ژورنالیسم تدریس بکنم. یه جزء آرزوهایم است. بینندگان ارجمند، شما تا کنون حکایات ناگفته علیرضا کوزاد را دیدند و شنیدند که چندین سال به دور از خانواده در دیار مسافرت با مشکلات دست و پنجه نرم کرده و تلاش نموده با موفقیت های زندگی نائل شده است. هنوز هم در نیمه راه است و در مسیر و مقصد زندگی در حرکت است و ما هم آرزوی موفقیت و کامیابی برایش داریم. خب دوستان بیننده، تشکر از این که تا این دم برنامه را امرایی کردین و داشته های برنامه را دیدین که امانا الگویی است برای سایر جوانان تا هیچگاه از کوشش دست نکشند در برابر اهداف و آرزوهایشان. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.